درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. درباره زهرا امیر ابراهیمی صحبت می‌کنیم که جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم کن در سال 2022 رو از آن خودش کرد، بازیگری که در فرانسه زندگی میکنه و تونست با یک فیلم ایرانی به کارگردانی علی عباسی یک فیلم ماندگار رو در سینمای واقعی ایران افتخارش رو گفتم. سینمای واقعی یعنی سینمایی که در تبعید ایرانیان دارن کار میکنند، هنرپیشگی میکنند، کارگردانی میکنند و در اصل زیر سلطه آخوندها و خامنه ای نیست و کارتلها و سپاه پاسداران در این سینما هیچ دخالتی ندارد. زهرا امیر ابراهیمی که بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود، 16-17 سال هست که از ایران خارج شده و به خاطر مشکلاتی که داشت که همه در جریانش 100% هستید، چون برنامه‌های دیگری در این رابطه گذاشتم، اگر کسی خواست میتونه اون ویدیو رو ببینه. اما این برنامه در رابطه با جایزه بهترین بازیگر زن 2022 کن هست که میخوام صحبت کنم و صحبت‌های خود امیر ابراهیمی که بعد از اعلام اسمش به عنوان بهترین بازیگر زن در جشنواره فیلم کن صحبت‌های بسیار خوبی کرد و از همه مهمتر بیاد مردم ظلم دیده و زجر کشیده با اونها صحبت کرد، از آبادان صحبت کرد، از رنج و درد مردم صحبت کرد که هیچ کدام که به جشنواره‌ها از داخل ایران آمده بودند این کار رو نکردند، یعنی نشان می‌دهند که در بس در اختیار حکومت هستند. مرسی بوکو. صحبت‌های این دختر زجر کشیده ایرانی که حدود 16-17 سال هست که در تبعید هست و در خارج از ایران زندگی می‌کنه، با سپاس از شما.